درود بر شما. هشتم بهمن ماه 1400 خورشیدی و 28 ژانویه 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به روابط ایران و روسیه. فرش قرمزی که فقهای حاکم بر ایران زیر پای تزارهای جدید روس انداختند چقدر قیمت داشته، چقدر قیمت داره؟ قیمت هم منظورم پول نیست و فقط، البته اونم هست، همه ی ارزش‌های سرزمینی، فرهنگی، اقتصادی، نیروی انسانی. باری پرده آخرم خواهیم داشت طبق روال هر هفته آخر برنامه. 11 فروردین، یه بار من اینو نقل کردم، خلاصه شد، دوباره میخوام نقل بکنم در همین آغاز برنامه که خب بسیار مهمه در این نکته که میخوام عرض کنم. در دوربینم گم کرده بودم، حالا میگم چرا گم کرده بودم، داشتم به راه بردی فکر میکردم قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کنم. ببینید، من یه جزئیاتی رو اول میگم که بیشتر مربوط به اخبار یک دو هفته گذشته و بعد هم قبلتر هست و بعد با مهمان گرانقدر و دانشمند برنامه صحبت خواهیم کرد درباره در واقع روابط راهبردی، آنچه که معروف است به روابط راهبردی ایران و روسیه. قبل از اینکه من وارد برنامه بشم، بذارید یه چیزی درباره لغت راهبردی بگم خدمتتون. در لهجه اصفهانی راهبردی یعنی میدونی، این راهبردی، راه میبری، اینا از مسند راه بردن در این لهجه شیرین، یعنی دانستن، دونستن. حالا من نمیدونم کدام شیر پاک خورده ای این کلمه راه بردی رو بدون مجوز گرفتن از اسپانیا خلاصه آورده در زبانی که الان هم دیگه شده زبان رسانه‌ای کاملا، و میگن. حالا ما سعی میکنم من نگم، البته چون علاقه من به معنی اصیل راه بردی هم که یعنی میدونی، و در نتیجه استراتژیک میگم خلاصه به جای راه بردی. این هم یکم اون چیز هست. بریم جلو. ببینین، خبرگزاری اسپوتنیک که متعلق به دولت روسیه است 11 فروردین 95 نوشت آرزوی پتر کبیر بعد از 100 سال عملی می شود و توضیح داد که در همون نوشته تزار داریم می بینین دیگه، تزار پتر کبیر سیاست های توسعه طلبانه ای را علیه همسایگان خود در پیش گرفت و این سیاست بیش از 2 قرن و تا سقوط امپراتوری تزارها در سال 1917 و انقلاب بلشویکی روسیه ادامه یافت. گفته می شود که پتر کبیر همیشه آرزوی قدم گذاشتن در آبهای جنوب ایران را در سر داشته، اما در زمان حیات خود به این آرزو نرسید. به همین دلیل هم پیش از مرگ در وصیت‌نامه خود دستیابی به آبهای گرم ایران را به عنوان دستور کار به تزارهای بعدی سفارش کرد. این همیشه به هر حال یکی از خواستهای حاکمان بر روسیه بوده است. اگه این پروژه، اگه اسمش رو بشه گذاشت پروژه، در روسیه زمینه 200 ساله داشته، در ایران هم زمینه به درازای عمر جمهوری اسلامی داره. در دوره همه رئیس جمهورها بعد از جنگ به ویژه، چون در دوره جنگ ایران و عراق که میدانید که روسیه در واقع پشت عراق بود و تسلیحات عراق رو در جنگ تأمین میکرد، یکی از تأمین کننده های تسلیحات عراق بود، و بعد از جنگ در دوره رفسنجانی این مناسبات بود، به ویژه در دوره روحانی، از اینجا میخوام بگم که در دوره که بود این مناسبات و قراردادهایی بسته شد، در دوره احمدی نژاد اولین سفر پوتین به ایران انجام شد که با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد، و قبلترش دیدارهای پوتین با خاتمی بود، با رفسنجانی بود در روسیه، که البته در تمام این سالها قراردادها و تفاهمنامه های متعدد هم امضا میشه بین جمهوری اسلامی و روسیه که اغلب عملی نشده و اگر هم شده همه یک جانبه به نفع روسیه بوده. یکم برگردیم به عقب. ساخت نیروگاه بوشهر، مهمترین پروژه روزها در
دهه 70 در ایران و بعدم ادامش. ساخت این نیروگاه رو آلمان ها شروع کردن، چون که میدانید قبل از انقلاب سال 1354 با انقلاب پروژه متوقف میشه، تو جنگ ایران و عراق بیش از 80% از بین میره، ویران میشه. سال 1373 قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر با روسها امضا میشه که طبق قرارداد باید سال 1379 کار تکمیل نیروگاه تموم میشد، 6 ساله ماکسیموم. 21 سال بعد نیروگاه با هزار آیت الکرسی عربی و روسی را افتاد. سال 1390 کامل نه اینکه راه بیفتاد، تحویل موقت شد، گفتن راه اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر. 18 مرداد 1390 همون موقعی که همون سالی که راه افتاد، عسکر جلالیان عضو مجلس نمایندگان استان بوشهر گفت یکی از دلایل تداوم پرداخت هزینه به روس‌ها این است که قراردادهای ما با روس‌ها سقف مالی، زمانبندی مشخص و تاریخ پایان قرارداد ندارد. تا امروز حدود 3 برابر یک نیروگاه اتمی برای نیروگاه بوشهر هزینه کردیم و روند این هزینه کردن ها و پول دادن ها به روس ها همچنان ادامه دارد. مؤسسه کارنگی در آمریکا هم گزارش داد که هزینه ساخت یک واحد نیروگاه بوشهر 11 میلیارد دلار شده. فقط این هزینه ساخت ها و این پرداخت ها و بدهکار شدن های جمهوری اسلامی به روسیه در واقع همچنان ادامه داشته و داره. بر پایه قرارداد سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه، تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر با روسیه است و زباله سوخت اتمیش هم به روسیه برمیگرده. یعنی جمهوری اسلامی همیشه وابسته به روس هاست و باید پول بهشون بده، هم برای سوخت نیروگاه هم برای تعمیرات نیروگاه، که سوخت نیروگاه میدونید هر سال باید عوض بشه، که 2 تا 3 ماه تعطیل میشه برای عوض شدن 1/3 سوخت نیروگاه. چقدر برق تولید میکنه؟ حالا با همه این داستانا قبلا گفتم تو برنامه کمتر از 2% برق مصرفی کشور. حالا هم که میگن برای 2 واحد جدید در نیروگاه بوشهر قرارداد بستن با روسا، 10 میلیارد دلار هم اینجا میدن به روسا علل حساب. 20 شهریور 1395 مجری عملیات اجرایی ساخت این 2 واحد جدید گفت بالغ بر 10 میلیارد دلار هزینه می شود و قرار است در 10 سال آینده این 2 راکتور جدید ساخته شود. یعنی تا سال 1405 یک پول بگیرند که تحویل بدن. مدیر نیروگاه اتمی بوشهر میگوید در صورت ساخت 2 واحد جدید انتظار می رود که حجم تولید برق هسته‌ای توسط روس‌ها، یعنی در بوشهر، در خوشبینانه ترین حالت به 4% برسد. 4% کل برق مصرفی کشور. 20 شهریور 97 اعلام شد که ساخت 2 واحد جدید در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. چقدر برای این 2 واحد جدید نیروگاه آب سبک به روس‌ها دادن و چقدر تنها برای اینکه وابسته باشن به روس‌ها سوخت این نیروگاه‌ها را از روسیه وارد کنن باید باز بدن و چقدر برای تعمیراتش، چقدر برای به قول حضرت امام خامنه‌ای بدعهدی‌های روسیه، مثلا اینها میگفت قبلا به روسیه بدعهدی، الان فقط آمریکا بدعهدی میکنه، چقدر باید پرداخت کنه و چقدر باید منتر روسیه بشه. خلاصه مصرف برق که از این نیروگاه ها تامین نمیشه، در تسلیحات هسته‌ای هم که اگر قرار باشه استفاده بخواد بکنه جمهوری اسلامی، یعنی از بازآفرینی پلوتونیوم در زباله های این نیروگاه ها بخواد استفاده بشود که راه 100 سال است حداقل، کسی دیگه این کارو نمیکنه در جهان، پس چه منفعتی برای جمهوری اسلامی داره؟ فقط باج دادن به روسیه است برای اینکه نگاه به شرقشون تحقق پیدا کنن. دیگه اینا شعار نیست، تا جدی بگیریم قضیه رو. گزارش سیمای جمهوری اسلامی 19 اردیبهشت 97 میگوید تولید برق یک نیروگاه حرارتی ایران که با گاز طبیعی کار میکنه 1300 مگاواتی، یعنی 2 برابر حجم تولید برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر. نیروگاه شازند عراق یکی از نیروگاه‌های حرارتی تولید برق است.
این نیروگاه با ظرفیت نصب شدن 1300 مگاوات برق با همت متخصصان داخلی برای کشور انرژی تولید می‌کند. در کشور ما تقریبا در هر 24 ساعت 30,000 مگاوات برق مصرف میشه، برقی که 90% اون در 70 نیروگاه حرارتی تولید میشه. نیروگاه گازی 1/10 نیروگاه هسته‌ای هزینه دارد. در ایران هم اساسا نیروگاه های گازی و صدها هستند که نیاز برق کشور را تامین میکنند. 9 شهریور 89 وزیر نیروی وقت میگوید تعداد واحد های نیروگاه های موجود در کشور بیش از 400 واحد به ظرفیت 57,000 مگاوات است، یعنی بیش از 70 برابر تولید برق نیروگاه بوشهر. 400 تا نیروگاه حرارتی دارین به آمار خودتون که اساسا سوختشون گاز طبیعی است. ایران اولین منبع گاز طبیعی جهان رو داره، هزینه‌ش هم که 1/10 نیروگاه هسته‌ای. چرا پول میدیم به روس‌ها برای نیروگاه هسته‌ای که در واقع بی مصرف و فقط خرج تراش؟ نظر اقتصادی یه پرانتز باز کنم، نیروگاه هسته‌ای بوشهر با سوخت 3.67% این مقایر برجام نیست و روسیه هم دقیقاً بر طبق برجام داره ایرانو میدوشه به بهانه نیروگاه بوشهر. جمهوری اسلامی هم که این امکان دوشیده شدن تمام سرمایه های ایران رو همیشه فراهم کرده دیگه. در گفتگوهای برجام در جریان تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت در سازمان ملل در روسیه هم در سازمان ملل هم دیدیم دیگه، در شورای امنیتش که روسیه چجوری عمل کرده دیدیم. برای اینکه روشن بشه که موضع روسیه در مذاکرات احیای برجام در همین وین الان چگونه است که داره مثلا از طرف جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره میکنه تا این لحظه، کافی است که یک تیکه از صحبت‌های اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات رو بهش توجه کنید. دور اول مذاکرات در دوره دولت رئیسی با کشورهای 5+1 منهای آمریکا که شده 4+1 که دور هفتم مذاکرات احیای برجام بود، در واقع در آذر ماه 1400 انجام شد، بی نتیجه تموم شد. الان دور هشتم این مذاکراته، یعنی دومین دور در دولت رئیسی. 23 آذر 1400 میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین فاش کرد که یکی از موضوعات حساس مورد بحث در وین موضوع سانتریفیوژ های غنیسازی اورانیوم در ساعت‌های هسته‌ای ایران است. اولیانوف میگوید ما با این سانتریفیوژها چه باید بکنیم؟ گزینه انتقال آنها به خارج و یا از بین بردن آنها وجود دارد. گزینه دیگر مهرموم این سانتریفیوژها و انبار کردن آنها در ایران تحت ضمانت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. می توان در مورد اینکه کدام یک از این گزینه‌ها انتخاب شود توافق کرد. این تنها یکی از ده‌ها موضوعی است که باید حل کنیم. خب این موضع آمریکا و دو کشور اروپایی فرانسه و انگلیس به اضافه آلمان هم هست، هیچ فرق نمیکنه. یعنی نهایتا موضع روسیه موضع غرب خواهد بود، همانطور که در دوره احمدی نژاد که 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه های هسته ایران صادر شد، چون روسیه و چین هم امضا کردن شدن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. وگرنه این مثلا متحدانی که جمهوری اسلامی میگه متحدان رابردیان، برای اگر به تو میکردند اینا قطعنامه شورای امنیت نمیشد، به تو نکردن. به یکی از این قطعنامه ها، یکیش بود قطعنامه 1929 که مجوز اقدام نظامی علیه ایران رو صادر میکنه. قبل از اینکه خامنه ای دولت رئیسی رو بیاره سر کار، فاسدترین امین خودش قالیباف رو فرستاد مسکو برای کسب نظر پوتین در مورد مسائل بین المللی به ویژه برجام. قالیباف 19 بهمن 99 رفت مسکو به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و حامل پیام ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای رهبر روسیه، برای پوتین. حالا نامه خامنه ای به پوتین چی بود؟ هرچند که هیچ وقت منتشر اینا اصلا نباید مردم بدونن دقیق چی بود. خود قالیباف در مسکو گفت پیام رهبر معظم سپاسگزاری از موضع روسیه در برجام بود و اینکه هر
تغییری در غرب اتفاق بیفتد در روابط ایران و روسیه تأثیر نمیگذارد. یعنی رئیس جمهور آمریکا چه ترامپ باشه چه بایدن باشه، ما همیشه در خدمت شما هستیم. این در خدمت شما هستیم و بی خود نمیگم، هیچ توهین اهانت این چیزا نیست، خواهیم رسید بهش. با آمدن بایدن به کاخ سفید، رهبر جمهوری اسلامی دوباره احساس نرمش قهرمانانه بهش دست داده. میدانید دیگه، با آمریکا مذاکره نمی کنیم و تو دهن آمریکا میزنیم و به مسئولان کشور گفتم که هیچ مذاکره ای با آمریکا نداریم و اینا، همین تازگی ها شد مذاکره با آمریکا می کنیم برای رسیدن به توافق خوب. اگر در روند مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی‌ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت در برنامه کاری که در مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خواهیم داشت. اما حالا فارغ از اینا، روسیه نمیتونه نسبت به احتمال نزدیک شدن جمهوری اسلامی به غرب بی تفاوت باشه، نگران نباشه، نه به این دلیل که مثلا یه شریک اقتصادی مهم رو از دست میده. روابط تجاری ایران و روسیه چیزی نیست که روسیه نگرانش باشه. طبق آمار 2019 روسیه 243 میلیارد دلار از کل کشورهای جهان واردات داشته که 26 صدم درصد واردات روسیه سهم ایران بوده است. یعنی هیچ. در شرایطی که دو کشور در خصوص اغلب مسائل منطقه‌ای و جهانی اتفاق نظر دارند و رایزنی‌های منظمی در سطوح مختلف انجام می‌دهند، اما روند مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور تقریبا در سطح نازلی باقی مانده و تراز تجاری به شکل غیر متعارفی به نفع روسیه است و همکاری‌های اقتصادی دو کشور همپای همکاری‌های سیاسی گسترش نیافته است. البته اونم که میگه به نفع روسیه است، چون مثلا 1 میلیارد دلار در سال هم نمیشه، ولی به هر حال از اون هیچی واردات ایران به روسیه یه خورده هیچی تره. میخوام نتیجه بگیرم که مشکل روسیه با سازش ایران و غرب مسائل اقتصادی و این چیزا نیست. البته نفت و گاز هست، خواهیم رسید. مشکلش این است که اگر این سازش یا معامله صورت بگیره، دیگه نمیتونه مثل سابق بدوشه ایران رو، هم در مسائل هسته‌ای، هم در حوزه نفت و گاز و هم در حوزه امنیتی جغرافیایی سیاسی. مرداد 1400 اینو توجه بفرمایید که بسیار مهمه و به تازگی از پرده برون افتاده و مربوط به قرارداد 20 ساله ایران و روس. oilprice.com در گزارشی به قلم سایمون واتکینز نوشت ایران یک میدان گازی به عظمت پارس جنوبی را در دریای خزر کشف کرده که یک چهارم نیاز گاز جهان را میتواند تامین کند. اما طی قرارداد 20 ساله ایران با روسیه اختیار میزان صادرات، قیمت و مقصد گاز این میدان را به روسیه واگذار کرده است. واتکینز نوشته آمریکا میخواد در صورت احیای برجام، همین مذاکرات که دارن، اروپا یا به جای روسیه دنبال تأمین گاز از ایران باشن. چرا؟ چون انحصار تأمین گاز اروپا دست روسیه کلی تا حالا دردسر برای اروپایی‌ها داشته، به ویژه برای آلمان، و اونا از خودشونه که دست روسیه در بیارن این انحصار. در 25 آبان 1400 oilprice.com به نقل از منابع ارشد نزدیک به قرارداد 20 ساله ایران و روسیه نوشت برای اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس، این قرارداد چند تریلیون دلاری هفته گذشته، یعنی هفته دوم آبان 1400 میان ایران و روسیه نهایی شد. به گفته این منابع شرکت‌های روسی و چینی، که من نمیدونم چینی مثلا چیکار است، شرکت‌های روسی و چینی سهم اصلی را در آن خواهند داشت و بعد
ایران از این میدان گازی صبر خواهد داشت. این در حالی است که میدان گازی چالوس در بخش ایرانی آب‌های دریای خزر جای گرفته و جمهوری اسلامی بر آن حاکمیت کامل دارد. این نوشته oilprice.com که اعتبار جهانی داره در دنیای نفت. سایمون واتکینز نوشته که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به او گفته است که موضوع میدان گازی چالوس به طور ویژه در دیدار رئیسی و پوتین در مسکو مطرح شد. همون دیدار میگن 3 ساعته پشت درهای بسته. چرا اینقدر امتیاز میده جمهوری اسلامی به روسیه؟ بزنین یه نمونه بگم درباره آنچه که جمهوری اسلامی نیاز داره و روسیه بهش نمیده در برابر این امتیازها. ناوگان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران مال 50 سال پیشه. F4 و F5 و F14 اینا جنگنده هایی هستن که زمان شاه ایران از آمریکا خرید. جنگنده های روسی هم میگه 29 و سوخو 24 که ایران الان داره مال دهه 70 میلادی روسیه است. یعنی عمر 50 ساله دارن اینا. یعنی ناوگان نیروی هوایی جمهوری اسلامی با همه تاپ و توپی که میکنن کاملا فرسوده است. در این یک دهه گذشته مدام صحبت از فروش سوخو 35 که جنگنده پیشرفته روسی است و پدافند موشکی S-300 و بعد که از 2015 که S-400 تولید شد، اینها به جمهوری اسلامی همیشه صحبتش بوده که بله داده می شود و روسان گفتن میدیم و بعد نمیدیم و یک گام به پیش دو گام به پس. لنین هنوز در ناسیه آقای پوتین هست، هیچ وقت عملی نشود. حالا بر طبق گزارش oilprice.com جمهوری اسلامی میخواد با دادن این امتیاز عجیب غریب میدان گازی چالوس مسکو رو قانع کنه که دست کم سامانه ضد موشکی S-300 رو در اختیارش بذاره. یعنی یک امتیاز تاریخی کلان به روسیه که مشخصاتش رو به طور خلاصه نقل کردم در برابر دریافت سامانه‌های ضد موشکی S-300. یعنی جمهوری اسلامی اینجا برای اینکه روسیه انحصار صادرات گاز به اروپا رو از دست نده حاضر مملکت رو در کرملین واگذار بکنه به روسا، به جاش سپر دفاع موشکی بگیره از روسا. این موضوعی است که به عنوان دستاورد سفر پیروزمندانه سید محرومان به مسکو در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شد. هرچند هیچ قراردادی امضا نشد، هرچند مسکو مثل همیشه در مرحله اقدام عقب میکشه، اما این بند از تفاهم نامه 20 ساله ایران و روسیه است که به اصرار رئیسی در مسکو مطرح شد در مذاکراتش با پوتین. ولی مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌هاشون هیچ صحبتی نه از مفاد قرارداد 20 ساله میکنن نه از این واگذاری امتیاز میدان گازی چالوس به روسیه. قبل از اینکه یکی دو نکته دیگر رو عرض کنم در پیوند با سفر سید محرومان به مسکو، بگم که بزنین اشاره بکنم به این پنهانکاری‌ها و حقوق بازی‌های جمهوری اسلامی برای مردم ایران و حتی برای رسانه‌های خودشون که یکی از این حقوق بازی‌ها ماجرای عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای. سازمان همکاری شانگهای سال 2001 یعنی 20 سال پیش با مدیریت چین و روسیه و همکاری قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در پایتخت قزاقستان تشکیل شد با هدف اولیه و البته بعداً رفت چین در برابر پیمان دفاعی ناتو، یعنی خلاصه در برابر غرب. هدف که اعلام شد این بود، ولی آنچه در اون آغاز اعلام شد هنوز تا امروز تحقق پیدا نکرده. یعنی پیمان شانگهای یک پیمان دفاعی و نظامی نیست مثل پیمان ورشو که زمان اتحاد شوروی در برابر پیمان ناتو تشکیل شده بود و یک پیمان دفاعی نظامی بود. پیمان شانگهای 8 عضو اصلی و دائم داره از جمله هند و پاکستان و یک عضو ناظر که جمهوری اسلامی ایران. شهریور 1400 رئیسی رفت دوشنبه شهر تاجیکستان در اجلاس شانگهای به عنوان ناظر شرکت کرد. بعد همین امیر عبداللهیان که وزیر خارجه است الان توییت زد، میبینید دیگه
با کمال خرسندی اکنون سند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه با حضور رئیس جمهور محترم کشورمان به تأیید سران رسید. این عضویت رابردی تأثیر مهمی بر روند همکاری های همه‌جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد. و خب از رو دست این توییت از رو دست وزیر خارجه جمهوری اسلامی، رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی توییت درشت زدن، سازمان همکاری شانگهای با عضویت ایران موافقت کرد. البته تلویزیون های ماهواره بعضی هاشون اینا تو لندن و اینا این همین توییت رو هشتن زدن. حالا امسال که رئیسی رفت مسکو و دست از عبا دراستر برگشت، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه اون عضویت در شانگهای که گفتیم عضویت نیستن، اونها اون شروع عضویته. موقعی که اجلاس سران بود و عضویت ایران پذیرفته شد، به وزارت امور خارجه یک بیانیه داد. همین الان همه عزیزان که توانمند هم هستن الحمدلله یه سرچ عادی بکنن بیانیه جمهوری اسلامی ایران رو و بیانیه وزارت امور خارجه رو قرائت بکنن، متوجه میشن که همون روز هم ما اعلام کردیم که فرایند عضویت قطعی آغاز شده. و این فرایند اگر مانند کشورهایی مثل هند و پاکستان باشه، خب طبیعی هستش که بین 2 تا 3 سال طول میکشه. و مهم این بودش که این فرایند آغاز شد، ایران به عضویت پیمان شانگهای پذیرفته شد بعد از 14 سال. آجان بعد از 14 سال، نه بعد از 16-17 سال. 2005 درخواست عضویت داده بودین، الان 2022. ثانیاً شهریور 1400 وزیر خارجه جمهوری اسلامی رسما نوشت دیدیم سند عضویت به تایید سران رسید. هیچ جایی نه در گفتار و نه در نوشتار جمهوری اسلامی گفته و نوشته نشد که آنچه که تو گفتی الان، آغاز فرایند عضویت ایران در سازمان شانگهای در اجلاس این سازمان در دوشنبه تایید شد. هیچ جا. خبر درست این بود دیگه که بنویسن و بگن درخواست 16 ساله ما سرانجام بررسی شد و قرار شد فرایند عضویت شروع بشه. میای میگی با کمال خرسندی اکنون سند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه با حضور رئیس جمهور محترم کشورمان به تأیید سران رسید. که من نادونم بیام بگم خب رفت توش دیگه. نه، تازه میخواد بررسی بشه. و این روند و این سیاست دست کم پوتین و روسیه رو در تمام این سالها دیدیم. تو همین دیدار میز دراز رئیسی و پوتین در مسکو، پوتین به رئیسی گفت ایران به عنوان ناظر در سازمان شانگهای فعالیت میکند. یعنی چی؟ یعنی برادر بزرگ تکلیف تو روشن کرده آقای جمهوری اسلامی، روشن. این یه نمونه دیگه است از سرخ نگه داشتن صورتتون با سیلی در روابط خارجی و انتقال اخبار روابط خارجیتون. یکی از دلایل مهمی که روشنه که 16 سال کشورهای عضو پیمان شانگهای شما رو معطل کردن، تحریم‌های آمریکا و کلاً غرب علیه ایران بوده که حتی مانع روابط بانکی بین ایران و این کشور هاست. بودن در پیمان شانگهای باید سودی برای کشور عضوش داشته باشه. عضویت ایران چه سودی براشون داره؟ هنوز ایران و کره شمالی تنها کشورهای عضو لیست سیاه FATF هستن و هنوز قرار نیست در بیان از این فهرست، به دلایلی که همتون میدونین. یعنی تراکنش مالی با ایران تنبیه بین المللی داره. چرا باید عضویتش در سازمان همکاری های شانگهای که اساسا یک سازمان اقتصادی است الان قطعی بشه؟ سازمان منطقی است، چرا باید قطعی بشه؟ همین تحریم ها و دشمن کردن های خامنه ای است که به روسیه امکان میده هم با ایران بازی کنه، هم به واسطه ایران با غرب بازی کنه. اینکه در وبسایت رسمی رئیس جمهوری روسیه آمد که رئیسی به پوتین گفت ما در خدمت شما ایم، که دارین میبینین I am at your service، و پوتین هم گفت thank you، ممنونم. اینو یعنی روسا نمیفهمن یعنی چی، نمیفهمن که بیان اینجوری بولدش کنن، برجستش کنن توی وبسایت رئیس جمهور روسیه که دیدین. گیرم هدف رئیسی از گفتن این حرف فقط تعارف بوده، که البته یک آدم نادون در روابط سطح بالای دیپلماتیک به جای کلمات صریح
تعارف میتره کنه. در خدمت شمایی گیرم هدفش تعارف کردن بوده. روسا چرا اینو برجسته کردن و در وبسایت ریاست جمهوری روسیه نمایش دادن؟ دیگه اون فیلم های ویدیو هایی که خود خبرنگارای روسی گرفتن و منتشر کردن در روسیه که تنهایی داره رئیسی هزار بار دیدیم، ما دیگه وقت رو تلف نمی کنیم، نشون نمیدیم الان که رئیسی داره تنهایی توی راهروی مثل که داره یه زیر زمین رد میشه بیاد بیرون سوار هواپیما، هیچ کس سوار ماشین میشه که بره سوار هواپیما بشه برگرده ایران بعد از دیدار، یا نمیدونم مشاورش که میدوه دنبال ماشین که آقا منم ببرین من تو این سرما بدبخت شدم موندم جلوی مهمانسرای کاخ کرملین. اینا رو خبرنگارای روسی چاپ کردن، دوستان نزدیک و رابردی جمهوری اسلامی ما نکردیم. چرا اینجوری میکنه روسیه؟ چرا؟ چه هدفی داره؟ تو صحبت با پوتین رئیسی گفت ما در چند حوزه داخلی و بین المللی با هم فعالانه کار میکنیم و من رئیس جمهور روسیه میخوام بدونم درباره افغانستان و درباره برجام شما چی فکر میکنید و بقیهش ببینید. و ما فعالانه تلاش میکنیم تا یک پایه دایم به شکل در شکل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا تشکیل بدهیم. ما تلاش میکنیم. ایران активно в качестве наблюдателя работает в Шанхайской организации сотрудничества. ایران به عنوان ناظر به طور فعالانه در سازمان شانگهای کار میکند. Ну и конечно мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД. و بدیهی است که من بسیار علاقمند هستم مواضع و نظرات جناب علی در مورد برجام بدانم. رئیسی چه دو تا کلمه حرف چیز دیگه روشن گفت در جلوی به اصطلاح خبرنگارا. اینه ما بسر اینشان صحبت کنیم، بریم صحبت کنیم. رئیسی چی گفت؟ گوش کنیم ببینین اون مترجم بدبختی که باید حرفای بی سر و ته سید محرومان در کاخ کرملین به روسی ترجمه کنه چجوری باید اینا رو ترجمه کنه. گوش کن. ما تصمیم اون است که همکاری های تجاری و اقتصادی با استفاده از ظرفیت های بسیاری که در بین دو کشور وجود داره، این همکاری تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری های تجاری و اقتصادی که در دو کشور صورت میگیره، سطح همکاری های اقتصادی و تجاری رو در سطح قابل قبولی قرار بده. این بیچاره مترجمه فقط، حالا من بقیه رو کاری ندارم. حاصل سفر رئیسی به مسکو رو وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان در توییتی با اشاره به رایزنی اخیرش با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نوشت: گفتگوهای مهمی با آقای لاوروف داشتیم. از همکاری ایران و روسیه در تسریع ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران و توسعه همه جانبه همکاری‌ها در سایه توافقات اخیر رؤسای جمهور دو کشور همینطور همین سفر، تا توجه به امور کنسولی اتباع دو کشور در فصل نوین مناسبات همکاری‌های ممتاز رقم خواهد خورد. هیچ پیمان‌نامه‌ای، تعهدنامه‌ای، تفاهم‌نامه‌ای هیچی در این سفر کاری امضا نشد. هیچ. در خدمت آقای دکتر تورج عطابکی هستیم. خوش آمدید به امشب صفحه آخر آقای دکتر تورج عطابکی عزیز. اول اجازه بفرمایید که از سفر رئیسی به مسکو که همین چند لحظه پیش من دربارش یه نیمچه گزارشی دادم شروع بکنیم. آقای دکتر به طور کلی و مشخص البته روسیه و ایران چه انتظاری از هم دارند که این سفر هم در چارچوب همین انتظارات میشود بتونیم معنیش بکنیم؟ با درود به شما، درود به بینندگان خوبتون. اجازه بدید بگم که روایت جمهوری اسلامی روایتی است برنشسته بر آمال و آرزوهای خودش و فاصله های بسیار زیادی داره با دنیای واقعیت و روابط بین الملل. در آستانه سفر آقای رئیسی تمام رسانه‌های حکومتی و
و همینطور وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اشاره می‌کردند که این سفر سفر تاریخ ساز، سرنوشت ساز، قراره که یک قرارداد 20 ساله بین دو کشور امضا بشه و از این دست و از این دست، و این قراره که متحدین استراتژیک بشن برای مبارزه و استکبار جهانی و از این دست. اما همون زمان کرملین در یک بیانیه کوتاه به زبان روسی اشاره کرد، گفتش که آقای رئیسی دارم میان اینجا و عمدتاً ما درباره روابط بین دو کشور و مهمتر از اون مسئله برجام و نیز اون پروژه تسلیحات اتمی ایران گفتگو خواهیم کرد و سلام. هیچ اشاره‌ای به قرارداد و اتحاد استراتژیک بین دو کشور نبود و اینو بارها و بارها وزارت امور خارجه جمهوری فدراتیو روسیه تصریح کرده که رابطه ایران با روسیه قرار نیست رابطه ای باشه که دو متحد استراتژیک با هم داده. اما جمهوری اسلامی در هیئت جمهوری فدراتیو روسیه یک متحد استراتژیک جستجو میکنه و به همین خاطرم بعد از پایان این سفر بسیار خفتبار به داوری من باز هم تلاش کردن تمام نهادهای تصمیم گیری در جمهوری اسلامی که یک برداشت کاملا متفاوتی از این سفر ارائه بدن و اون رو دستاوردی برای وزارت امور خارجه ایران و سیاستگذاری های خارجی ایران بشمورن که چنین اصلا نبود. نه تنها کرملین بلکه رسانه‌های نزدیک به کرملین و حتی رسانه‌هایی که منتقد کرملین هم بودن صداشون در اومد که این دو روایت چرا باید اینقدر از هم دیگه فاصله داشته باشه و سفر آقای رئیسی به هیچ رو همسنگ با سفر رؤسای جمهور کشورهای منطقه به مسکو نبود. آقای دکتر اتابکی، اگر بخوایم به طور خلاصه و تیتروار بدانیم که اصولاً هدف روسیه، یعنی روسیه از ایران چی میخواد؟ از ایران فعلی لااقل، کاری به تزاراشون ندارم، اما تزار جدید، روسیه از ایران چی میخواد و جمهوری اسلامی از روسیه چی میخواد؟ اینو اگه بتونیم تیتروار بگیم. کوتاه بخوام بگم، بله کوتاه بخوام بگم اینه که یک کلام فقط باید بگم، انقلاب 1357 بر بستر جنگ سرد شکل گرفت و جنگ سرد همیشه دورای طلایی است برای جمهوری اسلامی. جهان دو قطبی که جمهوری اسلامی میتونه با تکیه بر یک قطب علیه قطب دیگه در حقیقت مبارزه کنه و در حال حاضر ایالات متحده آمریکا و یا اتحادیه اروپا یا ترکیبی از هر دو، این در حقیقت اون چیزی است که جمهوری اسلامی و سیاست رو به شرق آیت الله خامنه ای در حقیقت چیزی نیست جز در حقیقت گام برداشتن در راه تحقق اون سناریوی جنگ سردی که جمهوری اسلامی بر اون شکل گرفت. متحد استراتژیک میخواد در هیئت روسیه و در هیئت چین و تلاش میکنه از این متحدان استراتژیکش بخواد که امنیت جمهوری اسلامی ایران رو تأمین کنن. یعنی جمهوری اسلامی به شکلی در هیئت یکی از اعضای سازمان امنیت جمعی در بیاد که اگر به نوعی وارد جنگی شد یا مورد تعرض قرار گرفت یا از سوی نیروهای مردمی حاکمیتش زیر سوال رفت، متحدانی داشته باشه که بیستن در کنار جمهوری اسلامی. این آن چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد از روسیه. اما روسیه طرف دیگه به هیچ وجه نمیخواد چون این ریسکی بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه منافع بسیار بسیار گستردهی در منطقه داره. یک کلام جناب فلاحتی فقط من اشاره کنم، روز دوم سفر آقای رئیسی به مسکو نماینده ویژه آقای پوتین با شاهزاده عربستان سعودی دیدار داشت و در این دیدار به این روابط بین دو کشور و مطمئنن جایگاه ایران در روابط بین دو کشور مورد گفتگو قرار گرفت. این تصادفی نیست،
این نشون دهنده سیاست گذاری های متنوع و متکثری است که روسیه دنبال میکنه و تلاش میکنه با کارت ایران امتیاز بگیره، اما به دیگرانی بگه که ما دنبال روی سیاست های جمهوری اسلامی نیستیم، سیاست ما مستقله، ما نمیخواهیم که در حقیقت ایران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه و از طرف دیگه نمیخواهیم که در حقیقت نوعی اینجا در حقیقت به عنوان یک پایگاهی برای غرب در بیاد. بله، درود بر شما، کاملا تفهیم شد لااقل به بنده. آقای دکتر، در پیوند با همون اینکه جمهوری اسلامی چه میخواد از روسیه، یعنی اساسا امنیت میخواد، امنیت خودشو در واقع میخواد، اگه بخوام در یک نیم جمله عرض کنم، نتیجه‌گیری که از فرمایشات شما کردم، میخوام یه خود ریز کنیم این قضیه رو، یکم باریک بشیم توش. هفته پیش چند روز بعد از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به چین و فقط چند ساعت بعد از بازگشت ابراهیم رئیسی از مسکو به تهران، البته برنامه ریزی شده بود ولی خب آغاز مانور مشترک نظامی ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند، شمال اقیانوس هند برگزار شد. تکاوران ارتش و سپاه پاسداران برای حمله به تروریست های دریایی آماده می شود. تفنگداران روسی هم از دریا برای آزادسازی این کشتی ها اقدام می کنند. دو شناور دیگر هم توسط نیروهای دریایی ایران و چین نجات پیدا می کنند. محدوده عملیات این 19 ناو از شرق تنگه هرمز تا بخش مرکزی اقیانوس هند است. مراحل اصلی رزمایش انجام می شود و ناوشکنها حالا در حال انجام مانور خود هستند. همین. ببینید، دو سال پیش هم یه همچه مانوری جمهوری اسلامی و چین روسیه در همین منطقه داشتند که خودش میگه هدفش با تروریست های دریایی مثلا مقابل. چه جایگاهی دارد این مانورها و همین مانور هفته پیش و دو سال پیش در مناسبات جمهوری اسلامی با چین و روسیه از یک طرف و با غرب از طرف دیگه؟ ببینید، این که هم چین هم روسیه دلشون میخواد که حضور داشته باشن در اقیانوس هند، در دریای عرب، در خلیج فارس جایی تردید نیست، به ویژه وقتی که این رپ هم شنیده میشه که ایالات متحده امریکا رفته رفته میخواد خاورمیانه و خلیج فارس رو به نوعی ترک کنه. اما این به این معنا نیست که چین و روسیه در هیئت یک متحدان استراتژیک برای تأمین امنیت سیاسی جمهوری اسلامی دست به یک رزمایش زدن. به هیچ وجه چنین نیست. کاملا اینها روشن کردن که این یک رزمایش کاملا ابتدایی برای مقابله با دزدی دریایی، کاری که به هر صورت همه کشورهای این منطقه بارها و بارها این رو دست دادن. در اینجا هیچ یک از تمام اون تسلیحات پیچیده‌ای که در یک رزمایشی که همسنگش و ایالات متحده امریکا با یاران خودش در جنوب خلیج فارس انجام داده به کار گرفته نشده، بسیار بسیار محدود بود و این اصرار چین و روسیه بود که ما نمیخواییم در این وضعیت رابطه خودمون رو با کشورهای جنوب خلیج فارس به خطر میاندازیم و نمیخواییم حساسیت ویژه ایالات متحده امریکا رو برانگیزیم. به همین خاطر این رو محدود کردن برای یک رزمایش با دزدان دریایی که همیشه در این منطقه جولان میده. ببینین، از هر دو زاویه اگر نگاه بکنیم، یعنی همین که خب وقتی اینجوری هست چرا میان رزمایش مشترک با جمهوری اسلامی برگزار میکنن؟ اول اینو پاسخ بدین تا من سوال بعدی رو بگم. چرا نه؟ اگر واقعا یک کشوری هست که میتونه این کار رو بکنه و اینا میتونن بهره برداری محدود بکنن، میتونن از کارت ایران امتیاز بگیرن و میتونن این امتیاز رو، این کارت رو در حقیقت این امتیاز رو به عنوان سرمایه برای امتیازگیری های متعدد از ایالات متحده امریکا جاهای دیگه به کار بگیرن.
همونطور که اشاره کردم چین و روسیه تلاش میکنن که با محدود کردن ایران همیشه از وضعیت ایران، موقعیت ایران، ضعف ایران بهره برداری بهینه بکنن برای امتیازگیری از ایالات متحده امریکا و غرب در جاهای دیگه. این بهترین زمینه است برای اینا که جولان محدودی بدن بدون اینکه منافع بزرگ بلند مدت خودشون رو در خطر بیندازن. حالا از زاویه دیگر، یعنی اینکه جمهوری اسلامی چقدر میتونه روی روسیه به ویژه در همین مسئله دفاع از خودش به اصطلاح تکیه بکنه، از همین مانورها میخوام شروع کنم. فریدون مجلسی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی میگوید روس ها معتقدند که جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند و قبلا هم صریحا گفتند که ما آتش نشان ایران نخواهیم شد. یعنی اگر جنگی در منطقه افروخته شود روس ها آن را جنگ خود نمیدانند. چقدر این درسته در ارزیابی شما ای دکتر اتابکی؟ یعنی آیا روس‌ها، برای اینکه جمهوری اسلامی با توجه به آنچه هایی که از نظامی و اینها میدونیم و روابطش با روسیه و گزارش که دادم و فرمایشات شما، خودش قادر به مقابله به عنوان یک جنگ در واقع کلاسیک اگر بگیم حالا با غرب نیست، شاید با خیلی از کشورهای منطقه نباشه، ولی و در واقع از نظر نظامی در واقع به سلول‌های خفیش به اصطلاح و به جنگ های نیابتی و مزدورانش در کشورهای مختلف تکیه میکنه، در واقع در همین ماجراهای امارات رو اینام دیدیم. باری آیا روسیه به جای ایران با غرب خواهد جنگید اگر این اتفاق بیفته؟ خلاصه به هیچ وجه این کار رو نخواهد کرد. اجازه بدید که یک جلایه بسیار بزرگ روسیه رو که بارها دولت مردان روسیه به اون اشاره کردن اینجا بازگو کنم. نخست یک اشاره تاریخی بکنم، اینکه یک جای دیگه همین رو گفتم که بسیاری از اهل سیاست در روسیه بر این اعتقادن که در 200 سال تاریخ رابطه بین دو کشور هیچگاه رابطه دو کشور به سامانی و آسایش و در حقیقت اون ساختارمندی 10 سال پایانی حکومت پادشاهی نبوده و بعد از اون همیشه این نگرانی وجود داشته در مسکو که ما با کدام ایران صحبت میکنیم. تنوع نهادهای تصمیم گیری همیشه برای دولت مردان روس این پرسش رو باقی گذاشته که آنچه که در حال حاضر ما از زبان رئیسی در مسکو میشنویم ممکنه تغییر بکنه وقتی که هواپیمای ایشون در تهران به زمین نشست یا نه. این یه نگرانی است که وجود داره و عدم اطمینان خاطری که به جد به چشم میخوره. با اینکه روسیه شبکه بسیار گسترده ای از سرویس اطلاعاتی خودش در ایران داره، جای تردیدی نیست، اما همچنان به دقت تنوع نهادهای قدرت رو در ایران رصد میکنه تا ببینه که اینها به هر صورت آیا به یک تجمیع روشن در مورد سیاستهای کلانشون خواهند رسید یا نه، و اجازه هم نمیده که در غیاب این در حقیقت تجمیع جمهوری اسلامی دست به کارهایی بزنه، به اعمالی بزنه که سیاستهای بلند مدت روسیه در منطقه رو به خطر بیندازه. این هم یک نکته است که باید بهش اشاره کرد. من اشاره های نمونه های متفاوت میدم فراتر از مرزهای ایران در منطقه، در سوریه، در یمن، در عراق، که روسیه به جد نگران رفتار جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون که این رفتار هرچند که روسیه تلاش میکنه شکل در حقیقت ساختمندی به این رفتار بده، اما در عمل میبینه که از اینجا و اونجا نهادهای قدرت آتش به اختیارها کارهایی میکنن که دولت روسیه مجبور میشه پای خودش از گلیم ایران بیرون بکشه و از ایران در حقیقت از این رفتار ایران تبری بجویه. آقای دکتر، کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من در همین زمینه رابطه مثلا تاثیر رابطه اوکراین الان با غرب و مسئله برجام و این داستان ها سوالهایی دارم. اگر برسیم برمیگردم به همین موضوع. پیشاپیش منتها میخوام حتما به ماجرای تقسیم دریای خزر بپردازیم. 21 مرداد 1397
حکومت‌های ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرارداد تقسیم دریای خزر را نهایی کردند. سهم 11% به ایران رسید، سهم 19% به روسیه، 19% به جمهوری آذربایجان، 21% به ترکمنستان و 30% به قزاقستان. از صبح 3 دی ماه 1398 یعنی درست 2 سال پیش از این، از برنامه سلام صبح به خیرشون در سیمای آقایون شروع کردن که جا بندازن نقشه جدید و که البته دارین میبینین دیگه که اون دریای خزر در کجا چقدرش یعنی برای ایران طبق اون قرارداد سال 1397 مانده، خواستن جا بندازن در برنامه سیمای آقایون که نشد. به هر حال اعتراضا باعث شد که فعلا بذارنش زیر جانماز. آقای دکتر عطابکی، ماجرای تقسیم دریای خزر چیه؟ ببینید ماجراش در یک کلام، ما با دو قرارداد 1299 و 1319 دریای خزر رو بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی با مالکیت مشا در اختیار داشتیم. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در حقیقت با 5 کشوری که به جای اتحاد جماهیر شوروی نشستند در اینجا، قرار شد که در حقیقت راهی پیدا کنن برای این معضل تقسیم آب. خب ایران در مقامی بود که میتونست بگه که من سهم تاریخی خودم رو داشتم، اون 50% رو شما باید به عنوان بازماندگان اتحاد جماهیر فروپاشیده شده بین خودتون تقسیم کنید. خب ایران این کارو نکرد و بعد از این به این ترپیچ از این طرف در حقیقت گفتگو به میان آمد که منابع زیر آب و روی آب در حقیقت بین کشورهای منطقه به طور مساوی تقسیم بشه، 20% سهم ایران بود. بعد گفتن که چنین نکنن و فقط نکات مرزی رو از آسترا تا حسین قلی خان یک در حقیقت خط مرزی بکشن، جنوبش متعلق به ایران باشه و شمالش متعلق به کشورهای دیگه باشه. و سرآخر همونطور که اشاره کردید، در اون قراردادی که گفتن، مفاد اون قرارداد رو اگر دقت بکنیم، اشاره میکنن که سهم ایران باید در گفتگوی بین ایران و کشورهای همسایه ترکمنستان و آذربایجان تعیین بشه و این یعنی در حقیقت پایین آوردن سهم ایران از 20% که در حقیقت قرار بود حتی به نصیب ایران بشه. خب آقای دکتر عطابکی، این آیا در منطق سیاسی، در ریال پولیتیک به اصطلاح، آیا این ببینیم، میخوام بیام بیرون از شعارها و از برخورد احساساتی با موضوع ایران و روسیه تا دوره فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1990 به فرمایش شما میتونستن که مشا از تمام آب دریای خزر استفاده کنن و تکلیف زیر دریای خزر هم گرچه مشترک بود ولی معلوم نبود، خب چندان استفاده هم نمیشد اصلا و ببیشه که بخش گود دریای خزر که قابلیت بسیار زیادی از نظر کشتیرانی و نمیدونم حتی منابع نفت و گاز و اینهاست، بیشتر به نظر میاد باشه تا قسمت شمالیش. حالا نقشه های دیگری هم هست اگر داشته باشیم نشون بدیم، معلوم میشه که چقدر فرق میکنه گودی خلاصه طرف جنوب و غربه، یعنی طرف جمهوری آذربایجان، بخشی از آنچه که به روسیه مربوط میشه و تمام قسمت ایران. سوالم این است آقای دکتر عطابکی عزیز که بعد از فروپاشی شوروی جغرافیای منطقه به هم خورد. با تغییر جغرافیای منطقه، اگرچه در آغاز گفتن همون که بود باشه، ولی آیا کشورهایی که حاکمیتشون رو شما محترم میشمارید و اینها عضو سازمان ملل خودشون حکومت جدیدی تشکیل دادند، اینها آیا میتوانند حاکم باشند بر آبهای سرزمینی خودشون یا نه باید باز همش مال ایران و شوروی باشه، شوروی سابق؟ خلاصه منظورم اینه، یعنی منطق سیاسی و منطق بین المللی چه میگوید؟
ببینید اگر بر روابط بین الملل بخوایم تکیه کنیم و عرف این روابط، باید بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهایی که در حقیقت از پی این فروپاشی استقلال خودشون رو به دست آوردن، میراثدار جمهوری فروپاشیده شده باشن. همونطور که اشاره کردن که تمام این جمهوری ها باید مرزهای خودشون رو حفظ کنن در قفقاز، در آسیای مرکزی، در غرب جمهوری فدراتیو روسیه و همه جا باید مرزهای خودشون رو حفظ کنن، در دریا هم باید مرزهای در حقیقت حفظ می شد و ایران از 50% نباید کمتر می گرفت. چون که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی یک امپراتوری بود به اجزایی که این اجزا خودشون رو میراثدار اون امپراتوری میدونستن. اما ایران در مقامی نشد، نیامد، بر نیامد که از چنین رفتاری در عرصه بین الملل دفاع کنه. به همین خاطری که اشاره کردم، یعنی از جمهوری اسلامی بر بستر جنگ سرد زاده شد و تلاش کرد در حیات 40 سالی خودش همچنان در بسیاری مواقع امتیازهایی به دولت روسیه بده. یعنی در عرف بین الملل میفرمایید این داستان برخواسته از حس ملی گرایی یا نمیدونم ندیده گرفتن حقوق در روابط بین الملل نیست. همینطوری که شما نمیتونید به راحتی برید بخشی از یک کشوری رو بگیرید، شبه جزیره کریمه رو، و بگید چون اونجا روس زبان ها هستن و من میخوام تمدن در حقیقت سرزمین تمدنی خودم رو گسترش بدم، مرزهای تمدنی خودم رو گسترش بدم و برم بخشی از یک کشور رو اشغال کنم. همینطوری که شما نمیتونید ابخاز رو بگیرید، اوستیا رو بگیرید، همینطور نمیتونید دریای خزر رو بگیرید. اما گرفتن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اتابکی عزیز. ما چقدر وقت داریم دوستان گل؟ خب من در این یک دقیقه و 10 ثانیه که وقت داریم 10 ثانیه سوال میکنم آقای دکتر. برجام با وجود وضعیت ایران و روسیه در اوضاع فعلی، آیا خلاصه مطلب روسیه به نفعشه که برجام احیا بشه یا به ضررشه در پیوند با ایران؟ ببینید من یک کلام بهتون بگم، روسیه به هیچ وجه در صدد این نیست و نمیخواد که ایران در حقیقت مسلح بشه به سلاح اتمی. از طرف دیگه روسیه به هیچ وجه نمیخواد ایران وارد یه جنگی ناخواسته یا خواسته با غرب بشه. تلاش میکنه در حقیقت همینطور که ما میبینیم برجام رو به نوعی نگه داره و اجازه نده که ایران در حقیقت بیشتر از اون چی که روسیه انتظار داره از این برجام پاش دراستر بکنه و امتیازخواهی فراوان بکنه. اگر به این وضعیت ایران تن نده، مطمئن باشید که روسیه پشت میکنه ایران و در کنار ایالات متحده امریکا، در کنار کشورهایی که عضو برجام قرار میگیره، علیه ایران رأی خواهد داد. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای دکتر تورج اتابکی عزیز. بریم پرده آخر. دریا کریم اومدن لب دیوار وایستادن و اما بغبغی خودشون میکنن، دیدید پرندگان رو؟ بله. یک گفتگوی کردن، میگیدم امام باقر هم همینجوری جواب داد با همون زبون اونا. خیلی من تعجب یکم گفتگو مثلا من بعد به خاطر از کافی آدرس دادم. آره. که معتبرترین کتاب روایی ماست. با این پرنده های امام باقر علیه السلام صحبت کردن، دوتا پرنده پرواز کردن رفتن، ما همینجوری ماتمفود مونده بودیم که چی بود چی شد. بعد امام رو کردن به من که میدونی ماجرا چیه، این دوتا کبوتر یه جفت بودن، یعنی زن شوهر به تعبیر بنده یه جفت بودن، زوج و زوجه بودن. در نبود این کبوتر نر، وقتی نبود توی لونه و حالا مثلا جای دور دست رفته بود، وقتی برگشت به کبوتر ماده شک برده بود که تو مثلا با یک کبوتر دیگه ارتباط داشتی. اون میگفت نه من ارتباط نداشتم. اینا حدیث دارم عرض میکنم با مردم، حدیث تو کافی اومده. بعد کبوتر نر قبول نمیکرد، کبوتر ماده بهش گفت اگه بریم امام باقر بگه قبول، گفت اگه ایشون بگه قبول. اومدم پیش من به زبونشون بهشون گفتم آی کبوتر نر، خاطر جمع کبوتر مادت اشمانتی به تو نکرده، از من پذیرف رفت. بعد امام رو کرد براوی، فهمید که برخی از مواقع این پرندگان بیشتر موش میدن تا شما. چی؟ شب و روزگار خوش.